Burda gelir koşa koşa, burda gelir koşa koşa, karlı dağdan aşağı aşağı, gelim hanım gel. غبار زدایی از آینه ها، ایل قشقایی و بازی های روزگار. هم بیلنگ از غالی آشاب، هم بیلنگ از غالی آشاب، آخ گرمز گرمیر گرمیر، خوش کرداشلار گرمیر، شیر یولاشلار گرمیر، bak görünmez, görünmez, görünmez. Koç kardeşler görünmez, şir yoldaşlar görünmez. Durna gelir burma burma, aşık ara gözü sürma. Gelim hanım gel, Koroğlu der canım durna, Koroğlu der canım durna. Bak göreymez görünmez, görünmez. Hoş kardeşler görünmez, şey yollaşlar görünmez. Bak göreymez görünmez, görünmez. Hoş kardeşler görünmez, yollaşlar görünmemek, koçarlaşlar görünmemek, şey yollaşlar görünmemek, koçarlaşlar. بعد از اشاره به زندگی شیر علی مردان، دوست داشتم قصه پرقصه مسیح و دشتی، مسیح بلوردی و دشتی گلزن را تعریف کنم. به اصطلاح یاغیانی که زمان شاه ژاندارمری و امثال تیمسار اویسی را سالها در کوه و کمر به دنبال خود دواندند و مضمون اصلی طغیانشون اعتراض به بیداد زمانه بود. مسیح و دشتی سال 1347 به خاک افتادند. از اونجا که اون دو قشقایی بودند و زندگی پرماجرایشون از اسب و کوچ و کوه و تفنگ و از فراز و نشیب و رنگ و وارنگی که ایل قشقایی از سرگذرانده جدا نبود، به بستری که در اون نشو و نما کردن می پردازم، به ایل قشقایی، ایل نقش آفرینی که چهره های ماندگارش گرچه به میهمانی خاک رفتند، اما در ذهن و قلب هر قشقایی حی و حاضرند. خدیجه بی بی، ناهید بی بی، فرخ بی بی، سولت و دوله، میرزا فرج الله میر پنجه که در گرایش سولت و دوله و دیگر افراد ایل قشقایی به مشروطیت تأثیر زیادی داشت، جهانگیر خان، حاج عیاض، محمد ابراهیم متخلص به مأذون قشقایی، ناصر خان، خسرو خان، خواهرزادهشون بهمن بهادری قشقایی، بلوط جعفرلو، محمد جهانگیر، محمد نوروز طیبلو، محمد محمد قلی، خردل و بستان و حیدر و مهدی قلی برادران موسلو، جهان پولاد و عتاب و حسن و جعفر کشکولی، فریبرز نجفی، لطف الله طاهری، ارزین بهرامی، علی باز، الله قلی، مهین جهانگیری و خیلی های دیگر، کسانی که گرچه غایبند اما گویی حاضرترین
حضارند. در تاریخ و فرهنگ ایران زمین نقش ایل قشقایی تردید بر نمی دارد. متاسفانه شماری از پژوهشگران بدون توجه به مکانیزم و پیچیدگی روابط درونی ایلها از جمله قشقایی به امتناع انصاف و واقع بینی دچار شده و ایستادگی به حق امثال خسرو خان و جعفر کشکولی را در برابر بیداد زمانی خیش به فئودالیسم و امپریالیسم نسبت می دهند. آنان بدون توجه به درجه معنی کلمات از یاغیگری جز راهزنی یا تجزیه طلبی درک دیگری ندارند. فارس در تاریخ معاصر کشور ما موقعیت ویژه دارد، جایی واقع شده که کرانه ها و پس کرانه های جنوب ایران را به میانه اون متصل می کند. همچنین مهد ایلات و عشایر است که خودش تعدد اقوام را به دنبال دارد، تحرک اجتماعی را بالا می برد. وقتی ایران صاحب نداشت و استعمارگران به تصاحب اون خیز برداشتند، قرارگاه مهمشون فارس خوش آب و هوا بود. در منابع موجود نخستین مرتبه‌ای که از ترکان فارس صحبت به میان آمده سفرنامه ابن بطوته است. ابن بطوته سال 704 شمسی 1325 میلادی وارد ایران شده و در شرح سفر خودش از اصفهان به شیراز به ترکان فارس، ترک شیرازی اشاره می کند. ترک شیرازی در غزلیات حافظ هم دیده می شود. اگر اون ترک شیرازی به دست دارد دل ما را و از این قبیل. برخی معتقدند واژه ترک که 21 بار در دیوان او آمده فقط معنی زیباروی نداشته و منظور حافظ همون ترکان قشقایی ساکن فارس است. جدا از یک جهانگرد پرتغالی به نام آنتونیو تنریرو که در سال 899 شمسی 1520 میلادی عازم دربار ایران بوده و حوالی شیراز به قبایل ترک زبان برخورد نموده، یکی دو جهانگرد دیگر هم از ترکان در فارس و نوع زندگی و کوچشون نوشتند. قشقایی ها در کوران حوادث. از عصر صفوی به بعد ایل قشقایی در تحولات سیاسی ایران صاحب نقش بود. وقتی پرتغالی ها جزیره هرمز را اشغال کردند و مثل مور و ملخ به سواحل و جزایر خلیج فارس ریختند، قشقایی ها بودند که به یاری قوای دولتی شتافتند و ورق را به سود کشور برگرداندند. در دوران نادرشاه رئیس ایل جان محمد آقا بود و فرزندانش اسماعیل خان رئیس بعدی ایل و حسن خان، این دو نفر نادرشاه را در فتح هندوستان یاری رساندند با سواران خیش. بگذاریم که نادر قدر همراهی ایل قشقایی را ندانست، اسماعیل خان را کور کرد و حسن خان را کشت
و ایل را هم مجبور نمود تا به سوی درگز، کلات نادری و سرخس در خراسان کوچ کنند. نوبت کریم خان زند که رسید، اسماعیل خان نابینا در نامه ای از او درخواست کرد بگذارد ایلش به فارس برگردد. کریم خان پذیرفت و قشقایی ها به فارس بازگشتند. در پیامد مرگ کریم خان زند، اسماعیل خان هم کشته شد. به ریز حوادث نمی پردازم. در دوران قاجار، همزمان با جنگ هرات و تجاوز نیروهای انگلیسی به جنوب ایران و اشغال بوشهر، حضور نیروهای قشقایی تعیین کننده بود و آنان در جنگ ننیزک اشغالگران و مستخدم کمپانی هند شرقی سر جیمز اوترام را به خاک سیاه نشاندند. در اون دفاع شورانگیز، بسیاری از قشقاییان از جمله محمد قلی خان ایلخانی، لطف علی خان برادرزادش، باقر خان تنگستانی و پسر رشیدش احمد خان جان باختند. آیا انگلیس که در جنگ ننیزک از عشایر قشقایی توپوزی خورد دست از توته برداشت؟ ابدا. از طریق دریا خرمشهر محمره را گرفت. جنگ ننیزک سال 1235 شمسی 1856 میلادی اتفاق افتاد. ننیزک روستایی در میانه بوشهر و برازجان است. نوبت به آقا محمد خان قاجار رسید که تا میخش را کوبید دیواری کوتاه در از ایل قشقایی ندید و برای قلع و قمع آنان لشکرکشی کرد به سوی گندمان در دامان زاگرس. اما قشقایی ها به کوه زدند و دشمنانشون دست خالی بازگشتند. در همون دوران شماری از توایف لور و کرد که به همراه کریم خان زند به فارس آمده بودند به ایل قشقایی پیوستند و آقا محمد خان انتقامش را از ایل قشقایی با جابجایی قسمتی از ایل به شمال ایران گرفت. از شرح دوران جانی خان بنیانگذار ایل قشقایی و دیگر رؤسای ایل، محمد علی خان، محمد قلی خان و سلطان محمد میگذرم و میرسیم به زمانه اسماعیل خان سولت و دوله که هر قشقایی حق دارد به او افتخار کند. کمتر کسی است که به سولت و دوله پدر ناصر خان و خسرو خان احترام نگذارد. حتی کسانی که او را به زندان انداختند به او احترام میگذاشتند. ناصر خان در مصاحبه‌ای که با دکتر حبیب الله لاجوردی پیش از مرگش داشته است میگوید پیش از انقلاب در پاریس آیت الله خمینی را دیدم و وی با احترام زیاد از پدرم یاد می کرد. در سال 1283 شمسی 1904 میلادی که اسماعیل خان یعنی سولت الدوله ایل خان شد و رهبری ایل را به دست گرفت، قشقایی ها دوباره قدرت و همبستگی پیشین را به دست آوردند. در این دوران مظفرالدین شاه با حال نزار حکومت میکرد، اما سولت و دوله در شیراز همه کاره بود. البته وی رقیب قدرتمندی داشت به نام قوام الملک، محمد رضا خان شیرازی، قوام الملک سوم. در پی حمایت خاندان قوام الملک از سلطنت طلبان، قشقایی ها در صف حامیان مشروطه در آمدند. بعدتر که بختیاری ها بر تهران تسلط پیدا کردند و قوام هم مثل هر مستبد دیگری سمت وزش باد را تشخیص داد و در کنار اونها قرار گرفت، سولت و دوله اتحادی ضد بختیاری و ضد قوامی با شیخ خزعل و صدرالاشراف والی پشت کوه برقرار کرد که به اتحاد جنوب
معروف شد. واسموس، لورانس آلمانی در ایران. در فارس جنگ داخلی دامن گرفت و انگلستان در آن دخالت میکرد. انگلیسی ها که انحصار نفت را در خوزستان در دست داشتند، از اتحاد جنوب و هماهنگی سلطه و دوله قشقایی با شیخ خزعل و صدرالاشراف احساس خطر میکرد. اونها از مسئله راهزنی و عوارض زیادی که نیروهای عشایری در جاده بوشهر شیراز که شریان اصلی تجارت بریتانیا در ایران بود طلب می‌کردند هم بیمناک شده بودند. چون این راه از میان زمین‌های قشقایی‌ها می‌گذشت، انگلیسی‌ها همه چیز را زیر سر سلطه و دوله می‌دیدند و به همین دلیل کنسولگری انگلیس در شیراز جانب رقیب او قوام الملک را گرفت. فارس بار دیگر در جنگ جهانی اول به آشفته بازار تبدیل شد و متحدین و متفقین هر دو در پی یارگیری و جای پا در ایران و در فارس بودند. آلمانی ها دو گروه از ماموران خود را به کشور ما فرستادند. عوامل فرستاده شده به ایران را ویلهم واسموس، کنسول سابق آلمان در بوشهر، رهبری میکرد و او روابط دوستانه‌ای با سران عشایری هم پیدا کرد. واسموس مدتی در شیراز هم کنسول آلمان بود. وقتی به شیراز میرفت، با اینکه بین راه در جنوب فارس انگلیسی ها دو دستیار آلمانی وی را با تجهیزات و رمزهای سری گرفتن، او خودش را از تکوتا نینداخت. وی به لورانس آلمانی همچنین لورانس پرشیا مشهور بود. فیلم دلیران تنگستان تأثیرگذاری او را در تنگستان و دشتستان نشان می دهد. ولی بوشهر کجا؟ شیراز کجا؟ هواداران واسموس دور از او در تنگستان و دشتستان بودند. قوام الملک که میدونست واسموس دستش به تنگستانی ها نمیرسه، با نیروهایش به سمت شیراز پیشروی کرد. اما 17 اسفند 1286 8 مارس 1908 میلادی با 6 لول نعمت الله بروجردی کشته شد. ولی پسرش با کمک افسران هوادار انگلیس در ژاندارمری شیراز را گرفت. شرح این وقایع بسیار بیشتر از این است و به ناچار کوتاه میکنم. به هر حال چون بیم این میرفت که طرفداران آلمان در کشور که در ارتش هم بودند به کودتا دست بزنند، نیروی جدید از افسران انگلیسی و سربازان ایرانی به اسم پلیس جنوب تشکیل شد. واسموس هم به این فکر افتاد که با کلانتر کازرون و ایلخان قشقایی روی هم بریزد و در مقابل پلیس جنوب بایستد. سلطه و دوله که از توطئه انگلیسی ها به خاطر حمایتشون از قوام و همچنین تشکیل پلیس جنوب کفری بود، از این اتحاد استقبال کرد و علیه انگلیسی ها وارد جنگ شد. اردیبهشت 1297 شمسی، 1918 میلادی، ماه می، نیروی بزرگی از قشقایی‌ها به دسته از نیروهای پلیس جنوب یورش بردند. نیروهای انگلیسی در صحنه بودند و نبردی سنگین بین دو طرف در گرفت.
در این نبرد قشقایی ها کاری از پیش نبرده و قاطعانه دفع شدند. با فروکش کردن آتش جنگ جهانی اول در اروپا، واسموس راهی قم شد که البته اونجا انگلیسی ها دستگیرش کردند. سولت و دوله جانب مشروط خواهان را می گیرد. در عصر مشروطه سولت و دوله قشقایی جانب مشروط خواهان را گرفت و روبروی استبداد سیاه قجری ایستاد و این در حالی بود که روس و انگلیس به میهن اشغال شده ما مثل گوشت قربانی نگاه می کردن و هر کدام می خواست اون را با دندانهایش تکه پاره کند. کم کم به دوره رضا شاه میرسیم. سال 1305 شمسی، 1926 میلادی، سولت و دوله و پسر بزرگش ناصرخان به عنوان نمایندگان مجلس جدید به تهران فراخوانده شدند. اما اون دو در واقع زندان شاه بودند و وادار به همکاری با دولت مرکزی در خلع سلاح ایل قشقایی شدند. اون دو که مسئولیت نمایندگی مجلس داشتند اسیر تیر بلا شده به زندان افتادند و فرماندهان نظامی آقا بالا سر طوایف قشقایی شده قانون خدمت اجباری شاه و نظام جدید مالیاتی را در ایل قشقایی در دستور کار قرار دادند. این وسط مأموران فاسدی هم بین مأموران مالیاتی پیدا می شد که شنگول و منگول به فکر سوء استفاده و بستن بار خودشون بودند. سه سال بعد در بهار 1308-1929 میلادی خون ایلیاتی ها از بگیر و ببند های آقا بالا سرهای مستبد حکومت به جوش آمد، سر به عصیان گذاشتند و قیامی سراسری در جنوب ایران با مرکزیت قشقایی ها پا گرفت. چندین ماه زد و خورد ادامه داشت تا اینکه دولت مرکزی عهدنامه متارکه ای را امضا کرد که بنابر اون میبایست سولت و دوله و ناصرخان دوباره به عضویت مجلس در می آمدن. فرماندهان نظامی طوایف را ترک می کردن و عفو عمومی صادر می شد. با این حال دولت مصمم به پایان دادن به نظام کوچ‌نشینی در ایران بود و بعد از لورها، کردها و عربها به قشقایی‌ها هم بند کرد. سال 1301 شمسی، 1932 میلادی، قشقایی‌ها دست به قیام دیگری هم زدند که به جایی نرسید. دو سال بعد سولت و دوله در یکی از زندان‌های رضا شاه جان داد و همه جا پیچید، او را کشتن. واقعش قشقایی ها به نوعی بدبیاری هم داشتند. جانب هر کسی را می گرفتند به نوعی بازنده می شد. هوادار لطف علی خان زند بودند، به او کمک کردند، اما این آقا محمد خان قاجار رقیب او بود که صحنه را به دست گرفت و به سوی قشقایی ها هم لشکر کشی کرد. جانب مشروط خواهان را گرفتند، سر از حکومت رضا شاه درآورد و زندانی شدند. جانب دکتر محمد مصدق را گرفتند، کودتا شد. پیشتر هوادار آلمان بودند، آلمان جنگ را باخت. در دوران محمد رضا شاه به حکومت نزدیک می شدند، اما عاقبت مجبور شدند از کشور بروند و دارایی خود را هم از دست دادند. بعد از انقلاب جانب نظام جدید را گرفتند،
مجبور شدن به کوه و کمر بزنند. خسرو خان به دار کشیده شد و ناصر خان مجبور شد از ایران برود. بگذاریم. سولت و دوله در زندان درگذشت. کمی بعد از اون رضا شاه تصمیم به تخت قاپو کردن عشایر گرفت و از طریق بستن مسیرهای کوچ عرصه را بر قشقایی ها تنگ کرد. قرار بود عشایر به کشاورز تبدیل بشوند، اما سیاست حکومت تنها باعث گرسنه ماندنشون شد. اسکان اجباری خسارات جانی فراوان در پیداش، همچنین احشام و دامهای اونها بسیار از بین رفتن. مردمی که از کشاورزی سررشته نداشتند، در ایل بودند، مجبور به کشاورزی شدند. آلمانی ها و فرودگاه اضطراری در فراش بند. متفقین به کشور ما ریختند. با اشغال ایران در جنگ جهانی دوم رضا شاه هم از سلطنت کنار ماند و ناصر خان و برادرش خسرو خان از تهران به سوی فارس بازگشتند. ناصر خان که ایل خان و رهبر ایل محسوب می شد، کنترل تمامی اراضی ایل قشقایی را به دست گرفت و دستور به از سرگیری کوچ داد. او چه بسا فکر می کرد آلمانی ها بعد از قفقاز تمرکزشون را روی ایران خواهند گذاشت و کشور از دست انگلیسی ها راحت می شود. در تضاد با انگلیس، ناصر خان نیز مثل برخی ملیون به آلمان دلخوش بود. در بهار 1321 شمسی 1942 میلادی، ناصر خان به یک آلمانی به اسم شولتس هولتوس در فیروزآباد جاب و مکان داد و وی مشاور نظامی ناصر خان شد. از سوی دیگه یک آلمانی به اسم کنستانتین یاکوب هومل با کمک قشقایی‌ها اقدام به احداث باند فرودگاهی در فراشبند کرد. فراشبند یا دژگاه روستایی است از توابع بخش دهرم در استان فارس. او اقدام به احداث باند فرودگاه در فراشبند کرد که هدفش آماده سازی زمینه برای ارسال تجهیزات نظامی برای قشقایی‌ها و فرود اضطراری جنگنده های آلمانی در این محل بود. آلمانی ها میخواستند نیروهای متفقین را در مناطق جنوبی ایران مشغول کنند تا مانع از حضورشون در جبهه خط مقدم بشوند. همچنین قصد داشتند که با انهدام خطوط راهن سراسری ایران مانع از انتقال کالا و تجهیزات نظامی به شوروی بشوند. گفته می شد دو تن از برادران ناصر خان به نام های ملک منصور خان و محمد حسین خان که در انگلستان درس می خواندن به آلمان رفته و به عضویت ارتش آلمان در آمده بودن. در بین قشقایی ها شایع شده بود که در صورت پیروزی آلمان بر متفقین ناصر خان به تاج و تخت می رسد. در ارتش ایران هواداران آلمان کم نبود و انگلیسی ها که از اتحاد آنان با قشقایی ها بیمناک بودند، ابتدا تلاش کردند ناصر خان را بخرند. با پیشنهاد پرداخت 5 میلیون تومان وجه نقد و حمایت از خودمختاری قشقایی ها،
کوشش کردند با او کنار بیایند، اما ناصرخان گفت شما اشغالگر هستید، باید از کشور ما بیرون بروید، به پول شما نیازی ندارم. خلاصه مذاکره با وی جواب نداد. انگلیسی ها دولت ایران را وادار کردند تا سپهبد شاه بختی را فرمانده نیروهای جنوب و به استانداری فارس منصوب کند. شاه بختی که به سرسختی و قاطعیت مشهور بود، قصد داشت با استقرار نیرو و بمباران مسیرهای کوچ قشقایی ها را به بیابان ها براند، اما رهبران ایل دستش را خواندند و عبور قشقایی ها از مسیرهای صعب العبور کوهستانی نقشه شاه بختی را به هم زد. در نهایت جنگ با حمله نیروهای تحت فرمان شاه بختی به قشقایی ها آغاز شد. ابتدا قشقایی ها پیروزی های زیادی به دست آوردند، اما با یورش نیروهای ایلات خمسه که توسط انگلیسی ها تجهیز شده بودند و کمک قوای دولتی بودند، ورق برگشت و ناصرخان دستور عقب نشینی داد. ایلات خمسه پنجگانه شامل ایلهای ترک زبان اینانلو، بهارلو، نفر، ایل عرب زبان عرب و ایل باسری که به زبان فارسی سخن می گفتند بود. ایلات خمسه در اصل به وسیله حکومت قاجار برای مقابله با ایل قشقایی تأسیس شد. دولت می‌خواست کار قشقایی ها را یکسره کند. اونقدر نیرو پیاده کرد که انگار می‌خواست با قوای کشور بیگانه روبرو شود. انگار قشقایی ها از مردم ایران نیستند. شقاقی تو حرف مرا گوش کن. نبرد بعدی 8 تیر 1322، 30 ژوئن 1943 میلادی در سمیروم اتفاق افتاد. ستون نظامی که به رهبری سرهنگ حسن علی شقاقی و به درخواست سپهبد شاه‌بختی به سمیروم اعزام شده بودند، علی‌رغم میل شقاقی که می گفت جنگ با قشقایی ها به شکست قوای دولتی می انجامد، با دستور از بالا وادار به نبرد با قشقایی ها و متحدین بویراحمدیشون شد. جنگی که نتیجهش شکست سنگین نیروهای دولتی بود. قدیمی های روستای قمیشلو این جنگ سمیروم و رجزخانی طرفین را هنوز به یاد دارند. شقاقی تو حرف مرا گوش کن، بیا پنبه از گوش بیرون بکن. تو جنگ یلان را کجا دیده ای؟ صدای سم اسب نشنیده ای؟ بیا ای شقاقی شنو این زمان، حرکت نما زود بر اصفهان. جوانان ایران مکن چاک چاک، اگر بیم داری ز یزدان پاک. جدا از کتاب نبرد سمیروم نوشته کاوه بیات، در خاطرات میرزا مهدی خان ممتحن الدوله، همچنین در رمان سوویشون اثر سیمین دانشمر و در قطعه سمیرومی که احمد شاملو سروده، به جنگ سمیروم اشاره شده است. شاه بختی به سرعت فارس را ترک کرد و سرلشکر جهانبانی با حضور مرتضی قلی خان بختیاری و یک افسر انگلیسی به اسم کلنل رابرت پیمان صلحی را با قشقایی ها به امضا رساند که به موجب اون مقرر گردید قشقایی ها خود مختاری خودشون رو حفظ کنند، در عوض سلاح‌های غنیمتی ارتش از سوی قشقایی ها بازگردانده شود و از ناآرامی ایلات جلوگیری به عمل آید. همچنین
خسروخان به ریاست ایل منصوب گردید و به ناصرخان هم اجازه داده شد تا به عنوان نماینده فیروزآباد به مجلس برود. در این بین نیروهای اس اس آلمان که از عدم پذیرش پیشنهادشون به برادران قشقایی برای پیوستن به اس اس عصبانی بودند، به اونها تهمت جاسوسی زدند و دستگیرشون کردند. البته با فشار ارتش آلمان هیتلر دستور آزادی اونها را داد. از سوی دیگه عوامل آلمان که نتونسته بودند ناصر خان را به برهم زدن توافق نامه با انگلیسی ها و قوای دولتی راضی کنند، مخفیانه با تلگراف از آلمان خواستند که با نگاه داشتن برادران قشقایی به عنوان گروگان ناصر خان را تحت فشار بگذارند، که البته به خاطر اینکه قبل از رسیدن تلگراف مرغ از قفس پریده و اون دو نفر به ترکیه رسیده بودن نقشه به هم خورد. اونو وقتی میخواستن از مرز عراق وارد ایران بشن توسط انگلیسی ها دستگیر شدن، دو برادر ناصر خان، و انگلیسی ها اونها رو بردند قاهره و ناصر خان رو تهدید کردن که باید مأمورین آلمانی رو پس بدهد وگرنه برادرانش را به جرم همکاری با متحدین اعدام میکنند و قشقایی ها رو هم به صورت مستقیم مورد حمله قرار خواهند داد. تحت این فشارها ناصر خان مجبور به پذیرش پیشنهاد انگلیسی ها شد. در سال 1324 شمسی 1945 میلادی همزمان با مهاجرای حکومت ملی آذربایجان، خیزش عشایری دیگری در جنوب رخ داد که از آن می‌گذرد. قشقایی ها جانب دکتر مصدق را می گیرند. بیایم جلوتر. زمانی که دکتر مصدق نخست وزیر شد و مسئله نفت بر سر زبان ها افتاد، در جریان ملی شدن نفت قشقایی ها جانب دکتر مصدق را گرفتند. البته از زمان والیگری مصدق در فارس با او ارتباط دوستانه داشتند. به همین خاطر و همچنین به دلیل مبارزه همیشگیشون با پهلوی ها، برادران قشقایی به عضویت جبهه ملی در آمدن. در بررسی قرارداد گسگلشایان، خسرو قشقایی به عنوان منشی دکتر مصدق مشغول بود. در کمیسیون نفت برای بررسی ملی شدن نفت نیز وی تلاش های بسیاری در کنار دکتر مصدق داشت. ناصر خان طی یک مصاحبه در آمریکا وزیر خارجه ایالات متحده را به طرفداری از انگلیسی ها متهم کرد و اظهار نمود در صورت حمله هر قدرت خارجی به ایران، ایل قشقایی به جنگشون خواهد رفت. همین هشدار انگلیسی ها و دربار را واداشت تا دست به تحریکاتی علیه قشقایی ها بزنن و شایع شود که قشقایی ها قصد شورش در برابر دولت دکتر مصدق را دارند. برای پایان دادن به این مسائل ناصر خان در سخنرانی در مجلس سنا حمایت همه جانبش را از دکتر مصدق اعلام نمود و در نامه‌ای به وی اظهار داشت که حاضر است یک سوم زمین‌های کشاورزیش را در اختیار دولت بگذارد تا صرف هزینه‌های جاری دولت بشود. وی در قیام 30 تیر 1331 مردم را به اعتراض دعوت نمود و همچنین تهدید کرد که برای حمایت از مصدق در فارس قشقایی ها به پادگان شیراز حمله خواهند نمود.
میدونیم که در جریان کودتای 28 مرداد سال 32 شاه میخواست به شیراز برود تا از پایتخت دور باشد، اما کرمیت روزولت وی را بر حذر داشت و گفت قشقایی ها بدترین دشمنان تاج و تخت شاه هستند. قشقایی ها تمام پیشنهادهایی را که کودتاگران برای جلب نظرشون داده بودند رد کردند و به دکتر مصدق پیشنهاد دادند که همراه اونها به فارس بیاید تا از او حمایت کنند، اما دکتر مصدق پیشنهادشون را نپذیرفت. ناصرخان به ایل آماده باش داد و در تلگرامی سرلشکر زاهدی را نکوهش کرد و به او پیشنهاد داد به ملت بپیوندد و از شاه و انگلیسی ها دوری کند. از اونجا که راهبران ایل در پیامد کودتای 28 مرداد حاضر به کوتاه آمدن نبودند، دار و ندار خودشون را از دست دادند. از خانه و کاشانه خود و چادر و کوچ آواره شدند و زندان و تبعید در انتظارشون بود. بل اجبار راهی غربت شدند و از مردم و وطن خیش دور ماندند. پس از تبعید برادران قشقایی، دولت سیاست نو را برای واداشتن قشقایی ها به زندگی شهرنشینی در پیش گرفت. کمیابی مراتع، توسعه سرمایه‌داری، محدودیت های ایجاد شده توسط دولت و تضعیف نهادهای طایفه‌ای اختلالات گسترده‌ای پدید آورد که زندگی عشایری را ناممکن می ساخت و همه اینها سبب شد که هزاران ایلیاتی دست به مهاجرت به شهرهایی چون شیراز و آبادان و بوشهر و اهواز بزنند و به عنوان کارگر در صنایع نفت و کارخانه ها مشغول به کار شوند. تغییر در شیوه زندگی، کنترل مستقیم دولت را بر قشقایی ها آسان تر کرد و آنان اتحادشون را از دست دادند. وفاداری به دکتر مصدق و آرایش نظامی در برابر کودتاگران تاوان سنگینی را برای راهبران ایل قشقایی رقم زد. آنها تلاش کردند الهام بخش دیگر مناطق باشند و اقدامی مؤثر علیه رژیم کودتا صورت دهند، اما تلاششون تحت تأثیر حمایت همه جانبه آمریکا از کودتاگران تا مرز تهدید به برخورد مستقیم نظامی به جایی نرسید و تبعید برادران قشقایی از کشور و ضبط املاک و دارایی‌هایشون را به دنبال داشت. انقلاب هم که شد، زندان و آوارگی پایان نیافت. خوب را نباید خوب تر دید. نمی خواهم کسی را مطلق کنم. غیر از خداوند کسی مطلق نیست. هیچ کس گل بی عیب نیست و سمسام و دولب و پسرانش نیز گل بی عیب نبودن. در دوره سمسام و دوله مخالفین خان به سختی تنبیه می شدن. گفته می شود ایلخانی زندانهای متحرک هم داشته و دست بریده و می شکستند. پدر بزرگ آلاغولی جهانگیری آقا اسفندیار خان جانبازلو در همین رابطه هر دو دستش قطع شده بود. در دوره خانخانی فئودالهای صاحب نام گوش هم می بریدند و زندانیانشون را روی گون و خار برای مجازات می نشاندند و می دواندند. پسران سمسام و دوله نیز همه در یک راستان نبودند. برای مثال محمد حسین خان
با خسرو خان اصلا قابل قیاس نیست. انگیزه و آرمان ناصر خان و خسرو خان هم با خواهرزادهشون بهمن قشقایی یا امثال فریبرز نجفی، لطف الله طاهری، ارزین بهرامی، اللاقلی و مهین جهانگیری که آزادی برایشون آرمان بود یکی نیست. پسران سولت و دوله پنهان نمی کردن که ضد کمونیست بوده و با نیروهای ترقی‌خواه بیشتر از رژیم ستیزه دارند. آنان در مقطعی از رویارویشون با حکومت چه بسا همسفره امثال اویسی و مدنی هم شدند. در اردوی خسرو خان اگرچه رادمردانی مثل حسن کشکولی، جعفر خان و جهان پولاد خان حضور داشتند، اما افراد دروب و ناخالص کم نبود. کسانی که بویی از آزادی خواهی نبرده و از دست مردم فرار کرده بودند. اونها زمان شاه ظلم کرده و بین مردم برایشون امن نبود و به همین دلیل خود را قاطی اردوی خسرو خان کرده بودند و از قضا همانها او را به دام انداختند تا حلق‌آویز شد. کسانی هم وابسته به این جریان یا اون جریان مبارزاتی و انقلابی بودند و به دو دلیل در اردوی خسرو خان حضور داشتند. یک، با انگیزه ی حفظ خیش از بگیر و ببند رژیم. دو، به این دلیل که مهر جریان خودشون را به اردوی مزبور بزنن تا اگر تاقی به توقی خورد و تغاری شکست و ماستی ریخت، بگوین تبلیغ کنن ما بودیم، اصلا تعیین کننده ما بودیم و تلاش و مبارزه ما بود که چنین شد و چنان شد. بگذاریم. سال 1357 که خسرو خان به ایران بازگشت و بعد که کارش به رویارویی با حکومت کشید، بودند کسانی که هر گونه جانبداری از او را، حتی اگر از امثال اللاقلی جهانگیری صورت می گرفت که روی کردی آزادی خواهانه داشت، به خانزدگی و گرایش به راست نسبت می دادن و پشت سر خسرو خان صفحه می گذاشتن که خان است و فئودال است و چه و چه. اما حالا همونها خسرو خان و حتی محمد حسین خان برادرش را که در ارتباط با رژیم شاه بود و با شرکت نفت و گاز قرارداد داشت و اصلا قابل قیاس با خسرو خان نیست، به عرش اعلا می برن. چرا؟ تا برگذشته خودشون و اون قضاوت های سیخکی پیشین سرپوش بگذارن. خسرو خان البته آدم شریف و محترمی بود. تکرار می کنم، خسرو خان آدم شریف و محترمی بود. او با اینکه همسری بر نگزید بسیار چشم و دل پاک بود و دشمنانش نیز از این نظر نتوانستن به او وصله‌ای بچسبانن. جوانمردی خاص خودش را داشت و کم نبودن کسانی که به دلیل علاقه به او به اردو رفتن و سالها منتظرش بودن تا برگردد. اما خوب را نباید خوب تردید و اسطوره سازی خطا اندر خطاست. متاسفانه به مواد مخدر آلوده شد که بسیار غم‌انگیز بود. خسرو خان با این که از رژیم جمهوری اسلامی امان نامه گرفت و روزی که دستگیر شد اون رو در جیب خودش داشت، اما استبداد زیر پرده دین به دارش کشید. بعد از انقلاب او و یار با وفایش جعفر کشکولی به خاک و خون غلطیدند. همچنین مهین و اللاقلی و یاران دلیرشون که نام میبرم: علی باز، حاجی رضایی جانبازلو، محمد قلی جهانگیری، جعفر جهانگیری، بهروز آبادی، بگراس جانبازلو، فاضل طاهری رضایی، ایاز رضایی، سردار رضایی، رضی الله رضایی، قدرت الله رضایی، فریدون جوانی که دستگیر شد و بعد تیربارانش کردند، اکبر محمدی، ابوالقاسم جهانگیر پور،
قدرت الله طاهری، فیض الله یوسفی، قربان گرگی، بهروز سلوکی، عباس قرجلو، غلام علی زیلاپور، نصرت سلیمانی و اما ناصر خان. بعد از انقلاب وقتی رابطه ناصر خان و حکومت شکراب شد و از هر دو سو عده‌ای به خاک و خون غلطیدند، ناصر خان پرشور و تسلیم ناپذیر باز هم و باز هم به کوه و کمر زد و او که در اردویش هزاران نفر را با کرامت طبع روز و روزگاری میزبانی می کرد، در غربت جان داد و اون چنان که خودش به دکتر حبیب الله لاجوردی گفته بود، در بسیاری از موارد سر گرسنه بر بالین می گذاشت. من برخلاف او که گفت تاریخ دروغ است، معتقدم چنین نیست. خوبی و بدی گم نمی شود و نام نیک رفتگان را هیچ ستمگری نمی تواند برای همیشه آلوده کند. البته تاریخ در گفتار و کردار رفتگان نمی ماند، با زبان و عمل روندگانش نیز سخن می گوید. دور نگلیر قشا قشا، قارل داغدان راشا شا، گلیم آنم گل. Sen bilen yızgandı yaşad, sen bilen yızgandı yaşad. Bak görmez, görmez, görmez. Koş kardeşler görmez. Şir yollaşlar görmez. Bak görmez, görmez, görmez. Koş kardeşler görmez. Şir yollaşlar görünmez mi? Durma gelir burma burma, aşık ara gözü sürma. Gel imanım gel, kuruklu der canım durna, kuruklu der canım durna. Bak göreymez görünümü, görünümü. Boş kardeşler görünümü, şey yollaşlar görünümü.